بینندگان عزیز سلام وقتتون بخیر امیدوارم که خوب باشید من زهره هستم با برنامه انگلیش نو از مجموع برنامه های نوتبوک شبکه تلویزیونی AMG در خدمت شما عزیزان خب طبق روال هر دوشنبه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه از آموزش زبان انگلیسی به فارسی زبانه. امیدوار هستیم که از درس های قبلی ما استفاده کرده باشید و براتون مفید بوده باشه اگر که درس ها رو به هر دلیلی از دست دادید و نتونستید که اونها رو ببینید میتونید به یوتیوب یوتیوب ما مراجعه بکنید و درس رو در اونجا ببینید و نوت برداری بکنید همچنین میتونید درس رو در وبسایت ما هم ببینید خب جلسات گذشته راجع به موضوعات مختلف صحبت کردیم جلسه پیش راجع به آرتیکل و قواعد استفاده از آرتیکل صحبت کردیم که درس مهمی بود و در این حال که ساده به نظر میرسه نکات و ظرائف زیادی داره این جلسه میخوایم راجع به موضوع دیگه ای صحبت بکنیم راجع به ها البته راجع به فرم کامپراتیو و سوپرلتیو صفت ها. یعنی فرم تفصیلی و صفت های عالی چرا که این مسئله در زبان انگلیسی خیلی مهمه ما در محاوره ها و گفتگوهای هر روزمون از صفت ها استفاده میکنیم خصوصا در حالت تفصیلیشون و در حالت عالی و من بسیار میبینم که زبان آموزان در هنوز در, در سطوح حتی خیلی بالا هم در استفاده از این صفات ها اشتباه میکنن و صفت رو با پسفند مناسب و درست نمیارن این جلسه رو به این موضوع اختصاص دادیم به همین دلیل جا که تشکر بکنم از اسپانسر محترم این برنامه شرکت زاگروس اکاونتینگ و اینکه به فصل و ماه مربوط به مالیات هم نزدیک میشی میتونید به شرکت زاگروس اکاونتینگ برای انجام امور مالیاتیتون مراجعه بکنید E همونطور که خدمتتون عرض کردم این جلسه ما راجع به صفت ها میخوایم صحبت بکنیم فرم ساده صفت ها که بسیار آسون هست قابل شناسایی هستند. میتونیم توی دیکشنری هم کلمات رو پیدا بکنیم و ببینیم که فرمش یا پارت اف سپیچش چی هست ولی امروز میخوایم راجع به فرم کامپرتی و سوپرلیتی صفت ها صحبت بکنیم یعنی فرم تفصیلی و فرم عالی صفت ها ببینیم چطور میتونیم فرم تفصیلی و عالی از صفت های ساده بسازیم و اصلا ببینیم صفت تفصیلی یعنی چی یا صفت عالی یعنی چی خب طبق روال هر جلسه با یک جمله اینسپیریشنال درس رو شروع میکنیم اجازه بدید به سلاید اولمون که اولین جمله رو در برداره نگاهی بندازیم اتفاقا در این جمله هم سر کردیم که یک یکی از این انواع صفتهایی که قرار امروز آموزش بدیم رو حتما داشته باشیم خب همطور که ملاحظه می کنید one of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood. یک بار دیگه می خونم. One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood. همون ابتدای جمله یک نمونه صفت عالی رو داریم. من توجهتون رو جلب می کنم به اون قسمت. The most beautiful qualities. Quality که اسم هست یعنی ویژگی. Beautiful صفت ماست به معنی زیبا. و برای اینکه این صفت رو تبدیل بکنیم به یک صفت عالی از the most استفاده کردیم. به معنی اینکه یکی از زیباترین ویژگی های دوستی حقیقی، دوستی واقعی اینه که همدیگر رو درک بکنیم و درک هم بشیم توسط دوستمون. Okay? پس منظورمون از صفت عالی همون چیزی هست که در فارسی به ترین ترجمه میشه مثل این جمله که دیدیم One of the most beautiful qualities of true friendship is و بقیه جمله این بخش صفت عالی بود که نمونهش رو با هم در این جمله دیدیم اما اگه اجازه بدین راجع به صفتهای های شروع بکنیم صحبت کردن رو و فرمولی که دنبال میکنن نمونه ها و مثال ها و بعد هم به صفات عالی خواهیم رسید خب همطور که ملاحظه میفرمایید صفات تفصیلی در انگلیسی از صفات تفصیلی که به انگلیسی میشه comparative adjectives موقعی استفاده میکنیم که بخوایم دو چیز یا دو شخص یا دو مکان یا هر چیزی که دو تا ازش وجود داره رو با هم مقایسه بکنیم برای این منظور دو راه وجود داره یعنی دو فرمول داریم فرمول اول از به اضافه صفت adjective به اضافه از فرمول دوم اجکتیف به اضافه پسوند ای آر به اضافه زن اما این دو چه فرقی با همدیگه دارن و چطور معنی جمله رو تغییر میدن و چطور میشه با اینها در حقیقت صفات تفصیلی ساخت من اضافه میکنم که صفات تفصیلی همونی هستن که در فارسی به تر ترجمه می میشن مثلا میگیم که این اتاق از اتاق بغلی بزرگتر است یا مثلا این خانه از خانه پهلوی زیباتر است میبینید که ما دو چیز رو داریم مقایسه میکنیم یا دو گروه رو مقایسه میکنیم همیشه مقایسه بین دو چیز دو گروه دو شخص دو مکان وجود داره اما فرمول هایی که خدمتون ارائه کردیم رو با مثال و با دیتیل بیشتر در این اسلاید میبینیم صفات تفصیلی که با از به اضافه ادجکتیو به اضافه از ساخته میشن به این شکل هستند که در این ساختار صفت بین دو تا از قرار میگیره و کاربرد این فرمول این هستش که دو شخص، دو مکان یا دو شی را با هم مقایسه کنیم و برابری اونها رو در یک ویژگی با استفاده از همین فرمول بیان بکنیم. مثلا اگر من بگم که this house is as beautiful as that house این خانه به اندازه اون یکی خانه زیبا هست در حقیقت دارم ویژگی زیبایی رو بین این دوتا نشون میدم که در هر دو با هم برابره پس در صفات تفصیلی که با این فرمول ساخته میشن در حقیقت در برابر این برابری رو نشون میدیم پس هرگاه در انگلیسی بخواین برابری رو نشون بدید از دو کلمه از استفاده میکنید و صفت رو بین دو دوتا قرار میدیم و صفت هیچ تغییری نمیکنه در حقیقت بین تا از همیشه فرم ساده صفت قرار میگیره و معناش هم برابری بین دو چیز برابری بین دو شخص هستش مثل نمونه هایی که الان با هم دیگه میبینیم در این اسلاید ملاحظه میکنید که مثلا Mary is as tall از جنیفر به معنی هستش که مری همقدر جنیفره هر دو یک قد هستن پس از نظر قد هر دو با هم برابر محسوب میشن پس برای نشون دادن برابری از از به اضافه ایژیکتی اضافه از استفاده می کنیم. اما این حالت شکل منفی هم داره. برای اینکه شکل منفی رو نشون بدیم کافیه یه قبل از این فرمول بذاریم یا بعد از فعل اصلیمون یا حالا هر فعلی که داریم. مثلا English is not as difficult as Chinese. زبان انگلیسی به اندازه زبان چینی سخت نیست. پس از این فرمول هم برای بیان برابری بین دو چیز استفاده میشه هم در صورتی که نگتیوش استفاده بشه برای بیان نابرابری بین دو چیز استفاده میشه وقتی دو چیز هم با هم برابر نیستن از این فرمول ولی از شکل منفی این فرمول استفاده میکنیم یک بار دیگه سلاید با هم ببینیم و مثال رو با هم نگاه بکنیم English is not as difficult as Chinese در این جمله ساختار از به اضافه adjective به اضافه از یک نابرابری و در این ویژگی بیان میکنه که نابرابری در دشواری مثلا هست دشواری یادگیری یک زبان اوکی؟ پس خیلی ساده است از به اضافه ادجکتیو به اضافه از به معنای برابری و در حالت منفی به معنای عدم برابری اما صفات تفصیلی که با زن ساخته میشن و اساسا ما این نوع صفات رو بیشتر در فارسی صفات تفصیلی بیان میکنیم وقتی راجع به زن صحبت می کنیم باید صفات رو به تعداد هجاهاشون هاشون تقسیم بکنیم من ای توضیح خدمتون بدم که چطور میتونیم صفات رو به هجاهاشون هاشون تقسیم بندی بکنیم و اساسا هجا چیه؟ هجا اون صداهای یا اون حروف با صدایی هستن که تلفظ میشن مثلا در کلمه مثل about یه پرپوزیشن مثل about ما دو تا حرف صدادار داریم یا دو تا حرف صدادار داریم که تلفظ میشن پس این, این پرپوزیشن دو هجایی یا دو سیلابی هستش در استفاده و ساخت این صفتها ها تعداد هجاها مهمه چون بر اساس تعداد هجاها از فرمولی که یک مقدار متفاوت استفاده میکنیم در ابتدا با ساده ترین حالت یعنی با ادجکتیوها و صفتهایی که تک هجایی هستن یک حرف صدا داره که تلفظ میشه دارن مثل مثلا تول به معنی بلند قد بلند اوکی okay. تول فقط یه ای داره ای حروف صدادار هست اگه یادتون باشه پنج حرف صدادار در انگلیسی داریم A, E, I, O, U و اونهایی که فقط تلفظ میشن در شمردن هجراها مهم هستن تول فقط یک حرف صدادار داره و قاعدتا اون هم تلفظ میشه و این خاطر تک هجراییه یا مثلا شوت به معنی کوتاه فقط یه او داره و اون هم تلفظ میشه یا مثلا فت به معنای چاق یک ای داره و اون هم تلفظ میشه پس اینا همه تک هستند هستن ببینید برای ساخت صفات تفصیلی از صفات ساده تک جایی چه فرمولی رو باید دنبال بکنیم خب پس ما پس اول صفات تک جایی هستش اگر صفتی فقط یک هجا یا در فارسی میگیم یک بخش داشته باشه پسفند ای آر رو باید به انتهای اون صفت اضافه بکنیم ساختار استفاده تفصیلی تک جایی با زن به شکل زیر هستند ببینید فرمول رو ادجکتیو به اضافه ای آر میشه و بعد ما حرف زن رو اضافه میکنیم زن به معنای از هستش اینجا در این ساختار ابتدا صفت تک جایی رو استفاده میکنیم سپس ای آر رو به انتهاش اضافه میکنیم و در انتها از کلمه زن به معنای از استفاده میشه مثال ها در اسلاید بعدی خدمتون ارائه میشه با هم مثال ها رو ببینیم دوستان همطور که ملاحظه میکنید مثلا English is easier میتونم اضافه بکنم English is easier than Chinese English is easier than French یعنی زبان انگلیسی آسان از زبان چینی یا آسونتر از زبان فرانسوی اما نکته ای که وجود داره این هستش که چه مواقعی از دن استفاده بکنیم چه موقعی از دن استفاده نکنیم از دن موقعی استفاده میشه که بخوایم هر دو شخص مکان یا شیء مورد مقایسه رو در جمله نام ببریم اگه فقط از یکی از این اشخاص مکانها یا اشیا بخوایم در جمله نام ببریم دیگه از دن استفاده نمی کنیم. فقط میگیم ای آر رو به آخر استفاده اضافه می و میگیم انگلیش ایزیه انگلیسی آسان یا مثلا علی از طوله علی قد بلندتره اوکی؟ okay. اما اگه بخوام بگم علی از طوله دن جون در این صورت باید حتما دن رو استفاده بکنم پس اگه فقط یکی از اسامی مورد, مورد مقایسه رو خواستی نام ببرید از دن استفاده نمیکنه. همونطور که مشاهده میشه در جملات بالا صفات ایزی و طول هر دو تک جایی هستند. به همین دلیل میتونیم ای آر رو به انتهای اونها اضافه بکنیم علاوه بر این در این دو جمله فقط یکی از دو طرف, طرف مقایسه رو نام بردیم بنابراین دیگه از دن استفاده نکردیم اما این نکته هم داره این مثال اول لطفا نگاه بکنیم به کلمه ایزی ایزی حتما دیکترش رو یادتون هست ای ای اس وای اما در این مثال وقتی ای آر اضافه شده به انتهای اون صفت وای تبدیل شده به آی و بعد ما ای آر رو اضافه کردیم در کلمات انگلیسی در های انگلیسی در کلمات انگلیسی وقتی که پسوندی به کلمه اضافه میشه که اون کلمه وای داره در انتها اگه قبل از وای حرف بی صدا باشه وای تبدیل میشه به آی و بعد اون پسوند اضافه میشه در اینجا پسوند مورد بحثمون ای آره و کلماتی هم که راجبشون صحبت میکنیم صفت ها هستن پس وقتی ای er به صفتی اضافه میشه که اون صفت در آخرش وای داره و قبل از وای هم یک حرف بی صدا اومده وای برداشته میشه به جاش آی نوشته میشه و بعد ای آر رو اضافه میکنیم و تبدیل میشه به مثالی که دیدیم با هم دیگه English is easier I, E, انگلیسی آسون تره این قاعده رو یادتون باشه قاعده کلیه یعنی هر بار شما هر پسوندی رو به هر کلمی خواستین اضافه بکنید که وای داشت در انتها و قبل از وای هم یک حرف بی صدا بود این قانون وجود داره مثلا سیتی قبل از وای کلمه صدای حرف تی رو داریم و تی بی صدا است. پس اگه بخوام بگم شهرها به بگم سیتیز وای تبدیل میشه به آی بعد ای اس ای یا حالا اینجا ای اس اضافه میشه میشه cities right. ولی در مورد مثلا بویز پسرها باز هم کلمه وای داره اما چون قبلش حرف صدا داره او وجود داره تغییری نمیکنه و فقط ما یک اس به آخر بوی اضافه میکنیم و اسم بویز رو میسازیم این قاعده کلی برای اسپلینگ یا برای دیکته این صفت رو در یادتون حتما داشته باشید برگردیم به مبحث صفت ها و استفاده کردن یا استفاده نکردن از زن باز هم چند مثال براتون آورده شده دوستان مثلا انگلیش is easier than Chinese یا الیس تولدن ماهان که زن استفاده شده و چون بعد از دن ما داریم اسم دوم قابل مقایسه و مورد مقایسه رو مطرح میکنیم زن هم اومده ولی اگه فقط اول جمله رو بگم انگلیش زیزیه دیگه از دن استفاده نمی کنیم Alright. پس این مثال هایی بود که در مورد کلمات تک هجایی با هم دیگه دیدیم قبل از اینکه وارد صفات چند هجایی هم بشیم من یه نکته اسپلینگ دیگه هم خدمتون ارز بکنم و اون استفاده از دوباره کلمات صفت های تک وقتی میخوایم به انتهاشون ای ER آر اضافه بکنیم یا بعدا ای در صفات عالی بهشون اضافه بکنیم اگر صفات شما تک باشه اوکی؟ مثل مثلا فت مثل مثلا شوت و مثل اینها تک جایی باشه مثل سین به معنی لاغر باریک و اگر این قاعده رو داشته باشه که در آخر یک حرف بی صدا قبلش یک حرف با صدا و قبل اون هم یک حرف بی صدا باشه یعنی این فرموله بی صدا با صدا بی صدا رو داشته باشه و تکه جای هم باشه شما وقتی ای آر اضافه می کنید باید حرف آخر اون صفت رو هم دوبل بکنید به همین خاطر ممکنه شما ببینید در بعضی وقتها بعضی صفتها مثل فت وقتی می خواهیم ای آر اضافه بکنیم در حقیقت یه تی اضافه میشه میشه فتر اوکی؟ پس در این مثال یادتون باشه وقتی که شما پسوندی اضافه میکنید و صفتتون تک هجایی هست و این قاعده بی صدا با صدا وجود داره بی صدا با صدا و بی صدا در انتهای اون صفت وجود داره ای آر رو که اضافه کردین حرف آخر اون صفت رو هم باید دوبار بنویسیدش فتر در نتیجه دوتا تی میگیره یا سینر دو تا ان میگیره اما تولر تغییری نمیکنه چون دو تا حرف بی صدا پشت سر هم اومده یا شوتر تغییری نمیکنه و باز این نکته دیگه در مورد اسپلینگ اگه صفتی داشتین که خودش در انتها ای داشتش مثل نایس nice شما فقط آر به اون آخر اضافه می کنید. دیگه یک ای آر اضافه نمی چون خود صفت already ای رو داره. پس میشه نایسه یه ای داره آخرش و ما یک آر رو هم اضافه میکنیم اینا نکات بسیار ریزی هستند. در مورد سپلینگ و دیکته صفت های تک هجایی موقعی که میخوایم دو, دو چیز رو با استفاده از یک صفت مقایسه بکنیم اما اگه اجازه بدید نگاهی بندازیم به صفات چند هجایی صفات چند بخشی و ببینیم اونها چطور کامپر میشن با هم دیگه صفات چند هجایی ساختار صفات چند هجایی با زن به شکل فرمولی هستش که میبینید. ما دیگه از ای آر استفاده نمی کنیم. چون اجریکیومون خودش به اندازه کافی چند هجایی هست و بلنده. اگه ای آر هم استفاده بکنیم خیلی طولانی میشه، خیلی بلندتر میشه. به همین خاطر از فرمول دیگه استفاده میکنیم. More به اضافه اجریکیو به اضافه then. More میاد قبل اجریکیو، اجریکیو رو می نویسیم و بعد then و بعد بقیه جمله رو اضافه میکنیم. اگر صفتی بیش از یک هجا داشته باشه دیگه ای آر به انتهای اون اضافه نمیشه بلکه کلمه مور رو در قبل از صفت قرار میدیم مثلا This book is more important کلمه صفت important سه سیلابی هست پس از یک سیلاب بیشتره به همین خاطر از مور استفاده شده اینجا هم اگه بخوایم دو اسم مورد مقایسه رو در جمله ذکر بکنیم باید کلمه زن رو بعد از صفت بیاریم اگر نه فقط بخوایم اسم اول رو بنویسیم از کلمه زن استفاده نمی کنیم مثل مثالی که دیدید cars are more expensive than bicycles ماشین ها گرونتر تر از دوچرخه هستن میبینید که expensive صفت چند سیلابی یا چند بخشیه به همین خاطر از مور استفاده شده و مور قبل از صفت قرار داده شده بعد صفت و بعد هم زن رو داریم پس این فرمول استفاده از صفت های چند هجاییه البته یک سری استثنات هم وجود داره مثلا این که صفت های چند هجایی خودشون به دو دسته تقسیم میشن صفت های دو هجایی و صفت هایی که از دو هجا بیشتر هستن لابلای سلایت هایی که براتون اومده خدمتون توضیح میدیم که چطور صفت های دوجه دو هجایی تفکیک میشن از صفت های چند هجایی اما لیست صفت های رایج تک هجایی در زبان انگلیسی رو با هم دیگه در این سلاید اجازه بدیم ببینیم و ساختار اونها وقتی که تبدیل میشن به یک صفت تفصیلی بشه شکل مثلا کلوز کلوز صفتی خودش ای داره در نتیجه فقط آر رو ما اضافه کردیم و کلوزر رو داریم لارج هم همینطور Larger اما Fat که براتون مثال زدم خدمتون ببینید تی دابل شده فت اما در مورد فست این اتفاق نیفتاده برای اینکه فرمول توی کلمه ما حرف صدادار بی صدا بی صدا داریم دو تا بی صدا پشت سر هم در نتیجه تی دابل نشده فاست. کویکه شوته سینر اما سین نگاه بفرمایید بی صدا صدادار بی صدا مجدد خودش هم که تکسیلابیه در نتیجه ان دوبل میشه سینر چیپ ببینید ای آر فقط اضافه شده چون دو تا حرف صدادار پشت سر هم هستن لیت لیتر نایس نایسر. که خدمتون عرض کردم نایس nice صفتی هستش که ای داره در انتها به خاطر اینکه ای داره در انتها ما فقط آر رو اضافه میکنیم و صفت تفصیلی اون رو میسازیم اما لیست صفات های رایج چند هجایی در زبان انگلیسی ببینیم چیا هستن مثلا صفاتی مثل beautiful important البته این لیست کامل نیست صد درصد و کلمات بسیار زیادی ممکنه وجود داشته باشن که هرکی در دیالوگ ها و گفتگوهای روزانش از اونها استفاده میکنه شما اگر فرمول رو بلد باشید میتونید هر صفتی رو در حالت مناسب و در شکل مناسب با فرمول صحیح وقتی که میخواید دو چیز رو کامپر بکنید و مقایسه بکنید به کار ببرید و مشکلی هم نخواهید داشت خب دوستان قبل از اینکه وارد مبحث صفات های عالی بشیم اجازه بدین طبق روال هر جلسه‌مون به یک ایدیم هم نگاهی بندازیم و ببینیم که ایدیمی که این جلسه براتون انتخاب شده چی هستش همونطور که در اسلاید ملاحظه میفرمایید، to sit on the fence فنس به معنی اون نرده هایی که مثلا حیات خونه شما رو از حیات خونه همسایتون جدا میکنه اون نرده ها اسمش فنس هست تو سیت اون دی فنس ولی یک ایدیم معنی متفاوتی داره حالا شکل شبیه اون چیزی که هست که میبینید البته خیلی هم دور نیست معنیش از اون شکلی که دارین ملاحظه میفرمایید اما معنیش چیه when a person does not take sides in an argument or is hesitant to choose between two sides in a dispute we use this idiom به معنی هستش که وقتی شخصی هیچ طرف یک بحث رو نمیگیره یا اینکه هزیتنت مردده که بین دو تا طرف یک بحث کدوم رو بگیره ما از این اصطلاح استفاده میکنیم in order to remain neutral یعنی شخصی که تلاش میکنه نیوترال بمونه یعنی نه سمت مثلا چپ باشه نه سمت راست نه آرگومنت A رو بپذیره نه آرگومنت B رو بپذیره اون وسط باشه example you can't sit on the fence any longer you must choose whose side you are on you can't sit on the fence any longer یعنی اینکه خیلی نمیتونی مردد باشی وسط باشی وسط رو بگیری باید یکی از طرفین رو انتخاب بکنی و بگی که طرف کدوم گروه هستی پس تو سیت فنس دفنس به معنای این هستش که بیطرف بودن به این شکل نخواستن طرف یکی شخص رو بگیرن یا طرف گروه رو بگیرن مردد بودن هستش و میتونیم از این ایدیوم در دیالوگ های هر روزیمون استفاده بکنیم کاملا کامن هم هست خب برگردیم به مبحث خودمون تا به حال راجع به صفات تفصیلی صحبت کردیم صفات هایی که در فارسی به تر ترجمه میشن همچنین برابری در صفات رو با هم بررسی کردیم که چطور نشون میدیم در زبان انگلیسی اما صفات عالی اون چیزهایی که اون صفاتی که در زبان فارسی به ترین ترجمه میشن و یک نمونهش رو در اون اسلاید اولین در درس امروز دیدیم The most beautiful qualities One of the most beautiful qualities خب از صفات عالی یا superlative adjectives که عنوان انگلیسیش هست موقعی استفاده میشه که بخوایم بگیم یک شخص یک مکان یا یک شی بالاتر بهتر قویتر از همه اعضای گروهه بهترین حالته یعنی اون چیزی که در فارسی ترجمه شده به ترین در انگلیسی superlative adjectives هستش و صفت عالی در فارسی بهش گفته میشه ببینیم فرمول ساخت صفات عالی چیه باز هم در ساخت صفات عالی مثل صفات تفصیلی صفات رو میایم به چند گروه تقسیم میکنیم حداقل به دو گروه صفتهای های عالی تک هجایی و بعدا خواهیم دید صفتهای های عالی چند هجایی رو اگه صفتی فقط یک هجا داشته باشه از EST از پسمند EST استفاده میشه EST رو به انتهای اون اضافه میکنیم و حرف تعریف ز که جلسه پیش راجبش مفصل صحبت کردیم رو قبل از استفاده به کار میبریم اگر خاطرتون باشه خدمتون عرض کردیم که یکی از استفاده های حرف تعریف ز همینجا در صفات عالی هست ساختار صفات عالی تکه جایی به شکل زیر به شکل فرمولی هست که ملاحظه میفرمایید سابجکت یعنی فائل به اضافه ورب فعل به اضافه حرف تعریف ز به اضافه سوپرلاتیو ادجکتیو که با ای میاد اوکی؟ okay? در حالی که تکسیلابی باشه مثلا علی is the tallest student in the class فائل به اضافه فعل به اضافه حرف تعریف ز، به اضافه ادجکتیوی که با ای در انتهاش اومده یعنی علی بلنقد ترین شاگرد در کلاس هستش و یا English is the easiest language in the world. انگلیسی آسونترین زبان در جهان هستش باز هم ملاحظه بفرمایید ایزیست وقتی پسفند EST اضافه شده فرق نمیکنه چه پسفند ای چه پسفند EST وای تبدیل میشه به آی بعد EST رو اضافه میکنیم به خاطر اینکه قبل از وای حرف بی صدای اس رو داریم تمام اون قوانین و قواعدی که خدمتون عرض کردم در رابطه با سپلینگ و دیکتیشن سفاده تفسیری دارم مورد صفات عالی هم صدق میکنن این هر جایی که حرف آخر صفت تفصیلی دابل میشد مثل مثلا فت دو تا تی میگرفت اگه بشه فتست اونجا هم دو تا تی میگیره همه این قواعد و قوانین در مورد صفات عالی هم صدق میکنن اما صفات عالی چند هجایی که بیشتر از یک هجا دارن مثل همون کلمه beautiful, expensive, important, colorful, powerful و غیره اگر صفتی پیش از یک هجره داشته باشه باید از the most استفاده بکنیم و the most رو قبل از صفت به کار میبریم مثل more فقط اینجا the most و دیگه از پسفند est استفاده نمیشه ساختار صفات عالی در فرمول ملاحظه میشه subject به اضافه verb به اضافه the most به اضافه adjective توجه بفرمایید که دیگه در صفات عالی از than استفاده نمی کنیم چون نمیگیم یه چیزی از یه چیز دیگه بزرگتره یا قشنگتره میگیم یه چیز از همه چیزهای دیگه قشنگتره پس دن دیگه نداریم He is the most powerful person in the country اون قدرتمندترین شخص در کل کشوره The most powerful person و یا This is the most delicious food I've ever eaten این خوشمزه ترین غذایی که من تا حالا خورده هم پس خوشمزه ترین و قدرتمند ترین صفاتی که در فارسی به ترین ترجمه میشن پس در مورد صفات عالی هم همون قاعده تقسیم بندی رو داریم صفات, صفات, تک سیلابی یا تک بخشی یک بخشی و صفات چند بخشی یا بیشتر از یک بخش که در مورد دوم از دموست استفاده می در مورد اول از EST بعد از صفت و ز قبل از صفت استفاده میشه. اما خب متاسفانه همه صفات از این قاعده کلی پیروی نمی کنن و استثناعاتی هم وجود داره اتفاقا این استثناعات کلمات خیلی کامنی هم در زبان انگلیسی هستن ولی تعدادشون زیاد نیستش اگر موافق باشین یک نگاهی بندازیم به لیست این استثناعات و ببینیم فرم تفصیلی و فرم عالیشون چه شکلی هست همونطور که ملاحظه می فرمایی تو مثل good استثنای bad little much many far اینا صفات استثنامون هستن good صفت تفصیلیش better صفت عالیش the best یعنی بهتر بهترین bad worse بدتر the worst بدترین little less کمتر the least کمترین much و many much برای کلمات غیر قابل شمارش، منی برای کلمات قابل شمارش. برای هر دو صفت تفصیلی more، صفت عالی the most. far به معنی دور، دور هم در زمان هم در مکان، هم در مسافت هم در زمان. صفت تفصیلی father و further، معمولا گفته میشه که از father برای بیان صفت تفصیلی مربوط به مکان یا مسافت استفاده میشه و از further برای زمان استفاده میشه. به طور کلی هست و the farthest and the farthest. یعنی دورتر و دورترین پس این لیست صفات های تفصیلی و عالی در زبان انگلیسی که بیقایده هستن و از قایده خاصی پیروی نمی کنه. اما باز هم استثنات دیگه وجود داره اگر که خاطرتون باشه من موقعی که راجع به صفات, صفات تفصیلی صحبت می کردم خدمتون عرض کردم که صفات دو سیلابی یا دو بخشی یک مقداری فرق دارن و بعضی کتاب گرامر اونها رو تفکیک میکنن ما اونها رو طبق بر اساس این فرمول میگذاریم زیر عنوان استثنات و خدمتون توضیح میدیم که چطور میشه با اونها صفت تفصیلی و صفت عالی ساخت نگاه به فرمی بین سلاید الان صفت هایی که براتون اینجا اوورده شده به لیست نگاه بفرمایید happy heavy funny pretty یک چیزی همه اینها مشترک است بینشون و اون چیزی که مشترک بین همه این صفات این هستش که همهشون به وای ختم میشن و دیگه اینکه همه دو سیلابی هستن هپی هو فانی پرتی پس صفات دو سیلابی که به وای ختم میشن مثل صفات تک سیلابی باشون با رفتار میکنیم یعنی بهشون ER و تی اضافه میکنیم و چون قبل از وای حرف بی صدا هم وجود داره مثل P، مثل V، مثل N، مثل T وای تبدیل میشه به I و بعد ما ER یا EST رو اضافه میکنیم پس happy میشه happier the happiest heavy میشه heavier the heaviest funny میشه funnier the funniest pretty میشه prettier the prettiest okay خیلی نکته مهمیه پس صفات دو سیلابی خودشون دو بخش میشن صفات دو سیلابی که به وای ختم میشن صفات دو سیلابی که به وای ختم نمیشن اونهایی که به وای ختم میشن مثل صفات تک سیلابی باشون رفتار میکنیم و اونهایی که به وای ختم نمیشن رو مثل صفات چند سیلابی باشون رفتار میکنیم مثل صفتی مثل مثلا یک صفت مثل pleasant اوکی okay? pleasant صفت دو سیلابیه که به وای ختم نمیشه پلزنت به همین خاطر باید از مور و the most برای حالت تفصیلی و حالت عالیش استفاده بکنیم یا استرس فول صفاتی که به فول ختم میشن همشون دو سیلابی اگه باشن که معمولا هستن باید با اونها مثل صفات چند سیلابی رفتار بکنیم این هم نکته در اضافی بود که باید میدونستیم راجع به استفاده صحیح از فرم تفصیلی و فرم عالی صفت ها در زبان انگلیسی خب دوستان این درس امروز ما بود صفت های تفصیلی و صفت های عالی superlative and comparative adjectives in English امیدوار هستیم که استفاده کرده باشید اگر سوالی دارید حتما در ارتباط با درس همون اگر سوالی دارید با ما در تماس باشید و سوالتون رو مطرح بکنید به اونها پاسخ داده خواهد شد و اینکه اگر خواستید موضوع خاصی خواستی در برنامه ما آموزش داده بشه که سوال شما هست باز هم با ما در تماس باشید ما حتما به اون مسائل خواهیم پرداخت اما در انتهای برنامه طبق روال برنامه های گذشتمون راجع به یک مکالمه در مطب پزشک صحبت میکنی و همچنین راجع به چند ایدیم که براتون آمده کردیم اما مکالمه در مطب پزشک رو با هم ببینیم مکالمه کوتاهی هست جملاتش رو با هم بررسی بکنیم خب اگه بخوایم وقت بگیریم برای دیدن پزشکی از uh, um, I would like to make an appointment یعنی از make an appointment استفاده میکنیم I would like to make an appointment میخوام وقت بگیرم شما تماس نگیرید به مطب پزشک و میگید که میخواین وقت بگیرید I had these symptoms before symptom به معنی علائم علائم بیماری هست من این علائم رو قبلا هم داشتم I am allergic to penicillin. Allergic به معنی حساسیت داشتن چه حساسیت غذایی چه حساسیت دارویی. یعنی من نسبت به پنیسیلین حساسیت دارم. Allergic. از اسم allergy میاد. Okay. اما بعدی. I am allergic to adhesive plaster. Plaster به معنی چسب زخم. حالا اون چسب زخمی که حالت چسبندگی داره و میچسبه روی زخم adhesive گفته میشه. هر چیزی که چسبندگی داشته باشه از صفت adhesive در انگلیسی براش استفاده میشه I am allergic to adhesive plaster به نوار چسب حساسیت دارم What are the fees? حق ویزی چقدره؟ این کلمه فی عبارت یک خیلی کامنه هر جای ممکنه این هزینه به معنی مبلغ هزینه که باید پرداخت بشه هست این چون که این گفتگو در مطب پزشک اتفاق میفته ما میگیم حق ویزیت چقدره okay? What is the diagnosis? Is it serious? Diagnosis به معنی تشخیص پزشکی از یک بیماری خاص هست. پس تشخیص بیماری چیه؟ آیا جدیه؟ Diagnosis. What is the diagnosis? Is it serious? تشخیص چیه؟ آیا جدیه؟ How often do I need to change the dressing? Dressing در اینجا به معنی پانسمانه. چند وقت به چند وقت یا هر چند وقت باید پانسمان رو عوض بکنم. When do I return for checkups? خب چکاپ check کلمه ای که ما هم ازش استفاده می کنیم معاینه مجدد When do I return for checkups? کی باید برای معاینه مجدد برگردم How do I take this medication? این دارو رو چطور باید مصرف کنم؟ چطور باید بخورم؟ How do I take this medication? این دارو رو باید چطور مصرف بکنم؟ چطور باید دارو رو بخورم؟ پس medication به معنی دارو هست به طور کلی و آخرین جملهمون How long should I follow this, I follow this چه مدت زمان باید این درمان رو ادامه بدم؟ Treatment به معنی درمان و how long هم به زمانی استفاده میشه که شما اشاره میکنید به اینکه طول زمانی انجام کاری باید چقدر باشه من چقدر باید این دارو خوردن این دارو رو ادامه بدم خب این مکالمه بود در مطب پزشک امیدوارم که مفید بوده باشه براتون اما آخرین مبحثمون ایدیم های این جلسه هست هر جلسه پنج ایدیم رو خدمتون معرفی میکنیم اجازه بدیم با هم EDM های این هفته رو ببینیم خب ایدیم اول Get off someone's back Get off someone's back دست از سر کسی برداشتن به فارسی میشه چیزی شبیه این که دست از سر کسی برداشتن مثلا یکی میگه منو ول کن دست از سرم بردار Get off my back مثال You've been studying for a long time. تو so, برای مدت طولانی داری وقت درس میخونی. Why don't you take a break? چرا یه زنگ تفری به خود نمیدی؟ Get off my back. I can't go anywhere. یه دست از سرم بردار بلم کن. من هیچ جا نمیتونم برم. باید فقط درس بخونم. Okay? Get off someone's back. اما اصطلاح و ایدیم دوممون. Number two. People who live in glass houses shouldn't throw stones. ترجمه تحت لفظیش میشه چیزی مثل اینکه اونهایی که تو خونه‌های شیشه‌ای زندگی میکنن نباید سنگ پرتاب بکنن. به این معنی که وقتی کسی خودش هم مقصره یا عیبی رو داره، نباید از دیگران عیب‌جویی بکنه و دیگران رو سرزنش بکنه. مثال رو با هم ببینیم. Janet has often criticized her friend Louis for driving too fast. Janet معمولاً اغلب دوستش لوئیس رو برای رانندگی خیلی با سرعت بالا کوتیزایز uh, میکنه uh, یعنی ازش ایراد میگیره جوی میکنه yet she herself has had her license suspended for exceeding the speed limit. ولی خودش خود جنت رانندگیش سسپند شده یعنی موقتا uh, نمیتونه باش رانندگی بکنه به خاطر اینکه از سرعت مجاز تجاوز کرده لوئیس وانس تراید تو هر لویس people who live in glass houses shouldn't throw stones, but it didn't do much good. Louis یک بار تلاش کرده که به جنت بفهمونه که اونهایی که تو خونه شیشه زندگی میکنن نباید سنگ پرتاب کنن یا کسی که خودش یه عیبی رو داره نباید همون عیب رو در دیگرون سرزنش بکنه و از دیگرون عیب جویی بکنه ولی خیلی جواب نداد but it didn't do much good ولی این راه خیلی جواب نداد و مثلا جنت خیلی تغییری در رفتارش ایجاد نشد اوکی؟ okay? پس این هم ایدیوم دوم اما سلاید بعدی ایدیوم سوم و چهارم رو با هم ببینیم فشی وقتی چیزی فشی هست به معنی اینه که عجیب و مشکوکه مثلا When the security guard saw a lot in the store وقتی که security گارد یا نگهبان سکیوریتی نگهبان امنیتی اون یک نوری رو دید در مغازه به نظرش رسید یا در فروشگاه به نظرش اینطور رسید که یه چیز مشکوکی داره اتفاق میافته پس وقتی چیز فیشیه یعنی مشکوک و عجیب خیلی هم کامن این صفت خیلی استفاده میشه و چهارمی ایدیممون ایدیممون go to the docks به معنی مخروبه شدن خراب شدن Have you seen that their house lately? Have you seen their house lately? شما اخیرا یا تو اخیرا خونشون رو دیدی؟ It's really gone to the dogs. مخروبه شده یا خیلی خراب شده. خیلی بعضش خراب شده. Okay. پس go, go to the dogs در این مثال gone to the dogs در مثالی که دیدیم به معنی که جایی خراب شدن و یا تبدیل به مخروبه شدن هست. و ایدیم آخر در اسلاید آخر رو با هم دیگه ببینیم. All thumbs. وقتی کسی میگه من اول thumbs هستم یعنی من دست و پا چلفتی هستم یا آدم بی دست و پای هستم دقیق بفرمایید که اون بی در thumb خونده نمیشه تلفظ نمیشه okay? I'm all thumbs because I'm so nervous I'm already late for my appointment من خیلی دست و پا چلفتی هستم یا من الان خیلی بی دست و پا شدم به خاطر اینکه عصبیم برای اینکه من already یعنی همین تا الانشم برای قرار ملاقاتم دیر کردم از all به معنی آدم بی دست و و آدم دست و هست. این هم از پنج ایدیمی که برای شما آماده کرده بودیم امیدوار هستیم که براتون مفید بوده باشه و بتونید از اونها استفاده بکنید. ایدیم ها رو دقت فهمید که تغییری درشون نباید بدین. اگه چیزی مثلا اس داره مثل all thumbs که اس شما نمیتونید اسش رو برداری. ایدیم ها همیشه ثابت هستن و اگر اس جمع دارن یا اگر ندارن باید به همون صورت استفاده بشن. فقط گاهی اوقات مثل بعضی اون جاهایی که ما somebody's back داشتیم اون somebody باید صرف بشه my back, your back, his back و غیره خب دوستان این درس امروز ما بود امیدوار هستیم که براتون مفید بوده باشه شما میتونید با ما در تماس باشید همونطور که گفتیم از اینکه برنامه های ما رو در فیسبوک دنبال میکنید از شما سپاس گذاریم همچنین میتونید برنامه ها رو در یوتیوب دنبال بکنید و یا با عضو شدن در کانال تلگرام ما به صورت لحظه ای از برنامه های ما آگاهی پیدا بکنید. همچنین میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید به آدرس amgtelevision.com تلو... و برنامه ها رو دنبال بکنید در وبسایت ما و به آرشیو برنامه ها دسترسی پیدا بکنید. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردیم باز هم جای داره از اسپانسر محترم برنامه شرکت محترم زاکرس اکاونتینگ تشکر بکنم. وقتتون به خیر خدا نگهدار.